سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، و با درود به تماشاگران تلویزیون اندیشه که از این کانال ما میتونیم با همدیگه مسائل مربوط به زحمتکشان، موزبگیران و اکثریت معترض مردم ایران رو بررسی بکنیم و با همدیگه نگاهی داشته باشیم به راهکارهایی که هر هفته دلاوران ایران و در مشورت بین همه گروه های سیاسی و اجتماعی بهش سامان میدن، تا اینکه این جنبش مبارزاتی که به خصوص خب در 3-4 سال گذشته خب هی بالاتر آمده، این مبارزات میبینیم سطح مبارزات به جایی رسیده که دیگه در اخبار بین المللی هم اخبار اعتراضی ایران مرتبا داره منتشر میشه و کم کم بسیاری از نشریات درجه اول سیاسی دنیا به اعتراضات داخلی ایران نگاه میکنند و خیلی جاها طرح پرسش برای براندازی حکومت و جایگزینی که به جای این حکومت به عنوان یک آلترناتیوی که آماده شده و میتونه پاسخگوی هم دوران براندازی و هم دوران گذار از این حکومت باشه رو پیگیری میکنند. من در ابتدای برنامه یک گوشه از این صحبت رو میخوام داشته باشم راجع به شکلگیری همین شورای هماهنگی رهبری انقلاب ایران که حالا به نام‌های مختلف البته داره مطرح میشه، که چون اکثریت نیروهایی که با ادامه وضع موجود در داخل ایران به خصوص مخالفن، یعنی ما در داخل ایران الان گروه‌های بزرگ تلگرامی داریم که 70,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر، بسیار متفاوت، حتی در برخی از شهرستان‌ها، استان‌های مختلف به نام اقوام مختلف اونجا مردم همگرایی میکنن، صحبت میکنن، به جز حالا این تظاهرات هایی که خب هم از تلویزیون های ماهواره ای که تونستند بشکنن حصارهای سانسور حکومت رو و هم از طریق خب لوازم اینترنتی که به خصوص حالا تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و برخی دیگر از این لوازم که به هر حال مردم دارن استفاده میکنن در ابعاد 10 میلیون نفره، که روند این اعتراضات، روند این شکستن حکومت، روند شکست سانسور و روند همگرایی های مبارزاتی رو خود مردم پی میبرن و خود مردم به خوبی الان دارن حتی رهبری میکنن که این شورای هماهنگی رهبری وقتی اسمش میاد دقیقا به این خاطره، چون 10,000 نفر و چه بسا 100,000 نفر در هماهنگی این مبارزه با همدیگه شرکت، یعنی تک تک کسانی که از داخل کشور یک فیلمی میگیرن، یک عکسی میگیرن، یک ویدیویی رو میگیرن و میفرستن روی کانال‌های اینترنتی، روی تلگرام، روی واتساپ، هر جایی که میتونن، و چه اون کسانی که اون فیلم‌ها رو، عکس‌ها رو بلافاصله میگیرن، در سایت‌های مختلف قرار میدن، براش متن می‌نویسن، توضیح به میدن و از روی اونها تحلیل‌های سیاسی در میارن که در صدها سایت و دهها برنامه های تلویزیونی از اونا استفاده میشه، فیلم ها دوباره و دوباره و دوباره دیده میشه و بعد از طریق شبکه های اجتماعی که در همین اینترنت هستن مثل شبکه تلگرام یا فیسبوک، اینستاگرام و هر کدام، دوباره اینا میچرخن در دسترس افکار عمومی قرار میگیرن به شکلی روزنامه های بازی که دائما مطالبش پایین و بالا میره و جلوی چشم هست و دیده میشه و انحصار هم روش نیست با حد زیادی، و هر خبری رو اگه مردم خودشون بولد کنن، به همین دلیل میگیم شورای هماهنگی رهبری، که فقط یک نفر نمیگه که آقا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم یا حتی 100 نفر یا حتی 2 تا حزب، بلکه وقتی از کف جامعه درباره موضوعی فضا سازی میشه و خود مردم اینو نشون میدن که دنبالشن، اون خبر یواشوش میاد در حدی که دیده میشه توسط سیاسیون، توسط رهبران، توسط سازماندهندگان اجتماعی، و بعد اونا بر پایه دریافت این هماهنگی، این فیلم هایی که میاد، ویدیوهایی که میاد، خبرهایی که میاد، عکسهایی که میاد، یک پروژه رو میذارن برای مثلا فراخوان دادن روز اول ماه می، روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت که چند روز دیگه پیش رو هست، یا فراخوان برای تسخیر تمام نماز جمعه ها مثل اهواز و کازرون و اصفهان و عراق که کارگرها و کشاورزها و مردم معمولی شهر رفتن و نماز جمعه ها رو تسخیر کردن
و فریاد دادخواهی خودشون رو در اون نمازجمعه ها به گوش جهانیان رسوندن و تصویرش هم همه دیدن و ذره ذره حکومت رو عقب روندن و حکومتی که تا دیروز میخواست همه چیز رو پنهان کنه، هزاران نفر رو در زندان ها بکشه، امروز وقتی یه دونه از این نیروهای سرکوبگر و زشت و احمقش میاد و چند تا دختر رو مورد تعرض قرار میده و اون فیلم میره تو فضای مجازی، در توییتر، نمیدونم، در تلگرام، در همه جا جهانی میشه و بسیار از تلویزیون بین‌المللی میان اون فیلم و ویدیو رو برمیدارن، اعتراض در سطح جهان میشه، در داخل کشور میلیون ها نفر میبینن و ابراز خشم میکنن به اون ماموران و انتقاد میکنن، عکس مامورای حکومتی رو در همه جا میگیرن، توی تلگراما پخش میکنن، توی توییتر پخش میکنن، توی هر جایی توی تلویزیون ها نشون میدن و این عوامل سرکوبگر حکومتی که تا دیروز زیر سانسور قایم شده بودن، فکر میکردن هیچکی نمیشناسشون، همون خانوادهشون، همون فامیلشون، همکارشون، همسایهشون، همون کسایی که از این زنان و مردان خشونتگر و آدمکش و متجاوز به حقوق مردم نفرت دارن، اسم و فامیل و آدرس خونه و مشخصاتشون هم میدن تا مردم محل، مردم ناراضی، کسایی که از اینا صدمه خوردن، اینها رو بشناسن. وقتی که اینا رو شناختن، بالاخره قرار باشه که ترتیب اینها رو یه جوری بدن، میرند و میدهن. اینطور هم نمیمونه که فقط اینا بزنن و برن. و فیلم هایی که میبینید خودتون پخش میشه همه جا، از مثلا دخترانی که مقاومت میکنن، زنهایی که مقاومت در مقابل حجاب اجباری جر و بحث میکنن با این خواهران زینب، با این آخوندها، با این مفخورهای حکومتی، عکس و فیلم اونا رو میگیرن میفرستن، اونا میان شماره ماشین اینا رو بردارن، اینا شماره ماشین اونا رو برمیدارن، به مردم دنیا معرفی میکنن این دشمنان مردم رو. یعنی ما سالها پیش که برنامه تلویزیون شروع کرد، افشاگری، تاباندن نور بر فاشیزم، بر سانسور، او رو افشا میکنه و شکست میده. حالا هر شهروند یک خبرنگار، هر زن و هر مرد و هر کارگر و هر معلم و هر جوان و هر بارفروش با اون دوربین موبایل یا با هر دوربین دیگه، یه خبرنگار که فیلم و عکسش رو برسونه به فضای مجازی، برسونه به اینترنت و از تلویزیون‌ها و جای دیگه دیده بشه. اینطوری این شورای هماهنگی رهبری از کف شکل میگیره، هزاران رهبر منطقه‌ای، رهبر شهری، رهبر صنفی، رهبرانی که میان میایستن، یه دفعه ویدا موحد تبدیل میشه به یک شخصیت جهانی با عکسش اون بالای ستون، یا اون خانم دیگه‌ای که با لگد میزنن پرتش میکنن، خانم شریعت مداری، وای میسته و اونجا تبدیل میشه به یک رهبر زنان. و این فیلم ها، این عکس ها، این ویدیو ها که میان به خط مش میدن به احزاب، به گروه ها و جریان های سیاسی که بدونن گرا رو از کجا باید بگیرن، تحلیل درست داشته باشن و این شورای هماهنگی رهبری رو چطوری باید سامان داد که همه احزاب، همه گروه ها، همه جریان ها، همه اقوام و ملیت های ایرانی، همه طبقات اجتماعی که ستم دیده هستن، یعنی چند تا عنصر مشخص، این شورای هماهنگی رهبری رو به تدریج سامان میده. همه کسانی که به نوعی از این حکومت ستم دیدن و دادخواهی میکنن، همه کسانی که به براندازی این حکومت اعتقاد دارن، مثل کارگرها، کشاورزها، مردم محروم، زنها و دخترهای مبارز که تو زندانها هستن، در بیرون زندانها هستن، کارگران و معلمهایی که باز به همین ترتیب رهبران سندیکاها، کانونهای صنفی، جنبشها هستن، و در عیاران معیشت، در نهادهای دیگه سراسری، حزب ایران آباد، جنبشهای سراسری مثل شوراهای دیگه که سامان گرفتن، شورای دموکراسی خواهان، شورای مقاومت و شورایی که باعث همه اینها رو در بر بگیره با یه رهبری مشخص که حتی چپ چپ، راست راست، میانه، نماینده از خودش رو در این شورای رهبری ببیند، سخنگوی از خودش رو ببیند که در اونجا بتونن با همدیگه همکاری بکنن و یه صدای سراسری داشته باشن که وقتی اون شورا با برنامه ریزیایی که خواهد داشت، اون برنامه هم در حال تدوین شدن هست و به همه شوراها، افراد، شخصیت‌ها و به اصطلاح جریان‌های مؤثر اجتماعی که کف جامعه
معرفی هم شدن خیلی هاشون در فیسبوک یا جاهای دیگه ای که ما نظرسنجی کردیم و اونها رو با آرای مردم بخششون رو هم مد نظر قرار میگیریم، برای کسانی که میخواهند به این شورای هماهنگی رهبری دعوت بشن، به یک ظرف عمومی است، نه حزب، نه سازمان، نه تشکیلات، و وبینارهای مختلف و جریانهای همگرای مختلف رو در حول این خواسته ها متشکل میکنن. براندازی کامل، استقرار یک نظام دموکراتیک متکی بر انسانگرایی، اولویت حقوق انسان، انسان همه انسان ها، مثل که همونطوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، بر هر ایدولوژی، دین، اندیشه یا مذهبی، پس یک حکومت دموکراتیک، انسانگرایی که میتونه سکولار باشه، لایک باشه، اجازه استفاده از ابزار عمومی، دولتی، حکومتی، بودجه ها رو نده برای تبلیغات مذهبی و دینی و ایدولوژیک، و از همه مهمتر حق برابری رو بشناسه برای همه ایرانیان در سراسر ایران با هر قوم و ملیت و زبان و فرهنگی که هستند، حق تعیین سرنوشت برای کشور و فرد خودشون داشته باشن، تا تمام فرهنگ ایرانی، کردی، لوری، فارسی، عربی، نمیدونم بلوچی، زبانها، فرهنگها، خورده خورده ریزترین لحجه و زبان و فرهنگی که در ایران هست حفظ بشه به این ترتیب، و در یک فضای همکاری داوطلبانه و غیر متمرکز که با توزیع قدرت و توزیع ثروت اجتماعی اون رو باز تولید میکنه و قدرت بیشتر و ثروت بیشتری رو دوباره تولید میشه بکنی، با استفاده از استعدادها و تفاوتهایی که در بخشهای مختلف کشور و مردم مختلف کشور هست، این شورا میتونه خودش رو سر و سامان بده. و حالا ممکن است که برخی از جریانات احزاب گروه سیاسی از این 5-6 تای موضوعی که ما بیان کردیم 4 تاشو قبول داشته باشن، 3 تاشو قبول نداشته باشن، مشکلی نداره، میتونن روی اون 4 تا بیان و همکاری با بقیه نهادها و گروه های سیاسی و حزبی، چپ، راست، میانه، با همدیگه داشته باشن، برای اینکه جامعه دموکراتیک آینده از اینجا شکل میگیره که نمایندگان تمام مردم ایران با تمام افکار و نظریات و خواسته ها و آرزوها و فرهنگ ها و زبان خودشون اونجا حضور داشته باشن و بدونن که حقی از اونها دیگه اجحاف این بار نخواهد شد. پیرو همین هست که حالا با این نگاه وحدتگرایانه سازمان یافته که برنامه ریزی های اون هم برای دوران گذاری که همین الان بخشی از این گذار که براندازی هست داره طی میشه، با همین اعتصابات، اعتراضات مختلف، تحریم ها، ندادن پول آب، ندادن پول برق، ندادن پول گاز و تمرد کردن، نافرمانی مدنی از قوانین حکومتی که یکیش همین روسری سر نکردن با مبارزه با حجاب حکومتی و دولتی است که جزء نافرمانی های مدنی است و به عنوان یک حقوق انسانی در تمام قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، همچنین اعتصابات و اعتراضات که چرخش حکومتی و کار میندازه، بعدم که تظاهرات خیابانی و میدانی و از هزاران نفر به میلیون ها نفر رسوندن، مثل همین ارمنستان که دیروز پیروز با 11 روز تظاهرات و اعتصابات هماهنگ سراسری مردم ارمنستان تونستن این نخست وزیر رو 11 روزه دولتش رو براندازن و عوضش کنن، و اونم مجبور شد تن بده، سپاه پاسداران نداشت گوده و تو خیک ملت بگیره که آقا چرا منو نمیخوای، بزور منو بخواه. به هر حال میبینیم که با همین روش مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی و گسترش این روش مبارزه و سازماندهی کردن این مقاومت مدنی، براندازی رو میشه میسر کرد که ابزارهای بسیار زیاد و ابتکارات زیادی داره، از جمله همین که بسیار مردم الان رفتن و این نمازهای جمعه رو تسخیر میکنن و پشت به دشمن که نماینده حکومت امام جمعه است و رو به میهن حرفا، خواسته ها، مطالباتشون رو میگن، تا جایی که در کازرون حتی شعار دادن وای به روزی که مسلح شدیم. یه گام خیلی جلوتر از مقاومت مدنی هم رفتن و اونجا میگن چی؟ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. شعار تکمیل شده شعارهای قبلی است که در دیماه گفته شد، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. ماجرا تموم شد و حالا دشمن رو مردم شناختن، حکومتی است که اینجاست و دیگران رو به دروغ میگه دشمن، دشمن با اون لهجه های خامنه‌ای، دشمن، و
به نظر میرسه که مردم دارن این راه رو خودشون به خوبی پی میبرن، پیش میبرن، پی میگیرن و اینجا خب تلویزیون های به اصطلاح مستقل و آزاد و دموکراسی خواه و ابزار اینترنتی در اختیار اونهاست، پشتیبانی میکنه، برنامه هایی که میان، فیلم ها، عکس ها، جریانات، اعتراضات، مقاومت ها رو نشون میدن و روش های جدید مقاومتی از جمله بستن خیابان ها، بستن چهار راه ها، از کار انداختن چراغ های راهنمای رانندگی، از کار انداختن دوربین های حکومتی، دوربین بانک ها، دوربین نمیدونم مغازه‌ای که تو خیابون هست، شعار نویسی، دیوار نویسی، بالون هوا کردن و به اصطلاح نفوذ در بخش های مهم اقتصادی و اونجاها رو از کار انداختن. همه اینا کاری است که الان کارگرا در اصلویه دارن میکنن، در پتروشیمی ها دارن میکنن، در بخش حمل و نقل جاده‌ای در باراندازها بسیاری اعتصاب میکنن، راهو میبندن. پنج استان کشورم که الان 11 روز رفتن توی اعتصاب و تظاهرات و توی این اعتصابات و تظاهرات هم این عزیزان ما میبینیم که روش مقاومت مدنی رو به کار میبرن و حکومت رو فلج میکنن. خب برای اولین فیلم میخوام ویدئویی که داریم در تایید حرفایی که میزنیم اتاق فرمان لطف کنن. دهمین روز اعتصاب بازاریان بانه که یکی از روش‌های مقاومت مدنی که همون اعتصاب هست این رو دارن به کار میبرن مردم بانه رو با هم دیگه ببینیم. ممنون میشم اتاق فرمان در سایت خبرگزاری. همزمان با برنامه تلفن هایم به من میشه که وقتی برنامه رو هم میهنان میبینن اظهار نظرهای خودشون رو میفرستن برای برنامه. تلفن داشتیم از بوکان، دوستی که اونجا کار میکنن، اشاره کردن که فیلمی هم از بوکان در رابطه با همین اعتصابا و پیوستن به شهرهای کردستان فرستادن در رابطه با روش مقاومت مدنی که شما میگید که همین اعتصاب ها و اعتراضات رو به هم پیوند میزنه، اونو هم منتشر کنیم که من حالا سعی میکنم که اگه خودشون هم خواستن گزارشی بدن صداشون رو توی برنامه هم منتشر خواهیم کرد. خبر بعدی که خب خبر مهمی است، چون ما درگیری که دراویش داشتن رو قبل از همین اوجگیری اعتصاباتی که هم بعد از عید و هم قبل از عید داشتیم، درگیری دراویش بود که چندین روز تبدیل به خبر جهانی حتی شد و خب چندین نفر اونجا کشته شدن، چندین نفر زندانی شدن. بیدادگاه حکومتی یک رأی بسیار نامردانه رو داده برای اعدام آقای محمد سلاس که دلم میخواد اتاق فرمان لطف بکنن عکس آقای محمد سلاس رو هم از طریق سایت خبرگر بزرگتر هم اگر بشه یه ذره بکنیم ببینن مردم این انسان شریف که فقط جرمش به اصطلاح درویش بودن هست، شغلش هم شغل شریف کارگر زحمتکش هست، قبل از اون هم به اصطلاح کشاورز بوده و به اصطلاح تنها جرم این بود که آمدند و میخواستند از اینکه یه به اصطلاح همکیش اینها، هماندیش اینها رو جلوی دستگیریش رو بگیرن در منطقه پاسداران، باهاشون درگیر شدن، تکشون زدن، به زندان بردن، تعدادی از عزیزان کشته شدن، تعدادی هم در زندان ها هم یعنی زیر شعار هستن و حکم اعدام هم دادن برای آقای محمد سلاس که نهادهای بین المللی هم در دفاع از ایشون از دیروز وارد کارزار شدن که بشه جلوی حکم این اعدام بیرحمانه رو بر علیه آقای محمد سلاس بگیریم. ببینید این مقاومت مدنی این شکل‌های مختلف رو داره، یعنی از بین هم خواستهای صنفیه، خواستهای سیاسیه، خواستهای جامعه مدنیه و مبارزاتی است که مردم دارن میکنن. یه نمونه دیگه ما داشتیم، مثلا در شهر ملایر یک پسر بچه 15 ساله‌ای که توی ویدیوهاش هم منتشر شد، توی تلگرام خبراش پخش شد، خیلی جاها از تلویزیون‌ها همون موقع در دی ماه گفتن
که این بچه 15 ساله‌ای که پرچم جمهوری اسلامی به پایین کشیده رو گرفتن بردن زندان، نمیدونم به پدر مادرش هم گفتن جیک نزن، صدا در نیاد، ما این بچه رو آزاد میکنیم. ولی نه تنها که این بچه 15 ساله رو آزاد نکردن، 5 سال هم تو زندان بهش دادن و در اون شرایطی که تمام مملکت همه شهرها در اعتراض اعتصاب و فریاد بودن، خیلی از نوجوان ها بچه ها خیلی کارها انجام دادن و این حکومت با دروغی که به خانواده ها میگه، از اونا میخواد که اطلاع رسانی نکنن، از اونا که میخواد سر صداشون در نیاد، بعد اینطوری در سکوت 5 سال زندان بده، 10 سال زندان بده، حتی بکشه و خیلی جا صدای خانواده در نیاد که عزیزشون رو از دست دادن، که نمونای زیادی رو داشتیم زمانی که در زندان ها ما بودیم. دیگر از روش های مبارزه مقاومت مدنی که در این برنامه یه نمونش هم میگیم این است که خب بسیاری از زندانیان ما مثل آقای اسماعیل عبدی که یک نماینده معلمان است و قبلا هم چند سال زندان کشیده تیکه تیکه و الان هم تو زندان است فقط به خاطر نمایندگی و دفاع از حقوق معلمان ایران، مجبور میشه در زندان دست به اعتصاب قضا بزنه. اسماعیل عبدی که عکسش هم اینجا کنار من هست اگه ببینید، یک نماینده بین‌المللی است برای معلمان ایران. من امیدوارم با اخبار اسماعیل عبدی که اگه لطف کنن اتاق فرمان از طریق تلویزیون هم عکس ایشون رو بدن که هم میهنان ما ببینن و با این قیافه های مبارزین و قهرمانان خودشون که در درون زندان هم مبارزه رو ادامه میدن و از حقوق زندانیان و از حقوق معلمان و از حقوق خودشون دفاع میکنن، به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران و با درخواست مشخص برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از داشتن حق وکیل، دست به اعتصاب زدن در زندان و اعتصاب خودشون رو از همین امروز شروع کردن. این قهرمانان مقاومت مدنی هستند، اینها رهبران مقاومت مدنی هستند که ما نمیذاریم گمنام بمونن و بایستی شناخته و دیده بشن. پس ما ببینید روش های مختلف مقاومت مدنی علاوه بر اون چیزهایی که گفتیم، مقاومت در درون زندان ها هم ادامه پیدا میکنه. یعنی با دستگیر کردن یک مبارز، یک کادر مقاومت مدنی، مبارزه تموم نمیشه. تو زندان تازه به مبارزش ادامه میده، از درون زندان دلگرمی میده به بقیه معلم ها، به خانوادهش، به دوستانش، به فامیلش و امثال ما هم که وظیفه‌مون است این سندیکالیست های شجاع، این عضو سندیکای معلمان مثل اسماعیل عبدی رو به دنیا معرفی کنیم، به مردم ایران معرفی بکنیم، مثل بقیه عزیزانی که تصاویرشون اینجا کنار من هست و مردم ایران بدونن، حداقل کنشگران بدونن که گمنام نخواهد ماند و حتی از درون زندان شناخته خواهند شد، صدای اونها به صدای جهانی تبدیل میشه. دیگر از این مقاومت های مدنی، مقاومت اعتصابی کارگران هست در نیشکر هفت‌تپه. خب ما سال قبل ده ها اعتصاب داشتیم در به اصطلاح بخش های پتروشیمی، نفت، خودروسازی ها، صنایع فلزی، انواع و اقسام معلمان که ده ها میتین داشتن، سندیکا شرکت واحد و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی که این اعتراضات و اعتصابات کماکان ادامه دارد و تازه داره بیشتر هم میشه، به خاطر که حقوقی که دارن به مردم میدن جواب هزینه زندگی مردم رو نمیده. به همین دلیل هستش که بد نیست به همراه اتاق فرمان ما بریم و نگاه کنیم به تصاویر کارگرانی که همچنان در اعتصاب هستند و کوتاه نمی آیند. این کارگران زحمتکشانی هستند که در شرکت صنعتی تاکستان کار میکنن در نزدیک زنجان و الان برای دریافت حقوق خودشون از دیروز اعتصاب کردند و با شکم خالی روی سنگا و کف سالن‌های کارخونه خوابیدن و بیرون از کارخونه نمیرن تا شاید دادرسی پیدا شود و اندکی از معوقات، یعنی حقوق عقب افتاده شون که بابا کار کردیم، ما جون کردیم 3 ماه 4 ماه زن و بچه مون خرج داره، اجاره خونه باید بدیم، خورد و خوراک باید بگیریم، اینطوری خوابیدن توی کف کارخونه در تاکستان و از کارخونه به اصطلاح سیستم های صنعتی تاکستان بیرون نمیرن و فریاد میزنن که تا زمانی که ما یه لقمه نون بمون به ندید زن و بچه مون جوابشون رو نتون میدیم از اینجا نمیتونیم بریم بیرون. 12 ماه حقوق عیدیشون عقب افتاده،
18 ماه فوق‌العاده شغلشون عقب افتاده، 7 ماهه که پول بیمه ازشون کم کردن ولی به صندوق تامین اجتماعی نریختن. چه کسی باید جوابگوی عزیزان ما باشه؟ این کارگران رو نگاه کنید، 1 سال بدون حقوق اینا چجوری زندگی کردن؟ یعنی دیگه نه گوشت خریدن، نه نون خریدن، نه آب خریدن، همش قرض، قله از این همسایه، از کاسب محل قسطی بگیر، نمیدونم قرض بگیر، پدر مادر داداش، و الان دیگه معلومه ایش که به اینا پول نداره قرضم بده، که اینا مجبورن بیان کارخونه رو تسخیر کنن، همونجا توی کارخونه بخوابند و بمونند و از گرسنگی شاید بمیرن، بلکه یه کسی پیدا شه و به داد اینها گوش کنه، جواب اینها رو بده. واقعا شرایط بی‌رحمانه در کشور ما که یه عده‌ای با پول همین مردم غارتگری کردن، میلیاردها میلیارد رو بردن و خوردن، ولی این کارگرای زحمتکش، این معلمای زحمتکش مجبورن که کماکان در این شرایط سخت مبارزه کنن برای اینکه از گرسنگی نمیرن، 1 سال حقوق عقب موندهشون رو به اینا بدن. در ویدیوی بعدی که میخوام ببینید ادامه مبارزات ویدیوهای روزهای قبل شهرستان بانه و دیگر شهرستانهای اعتصابی هست که کماکان این مقاومت مدنی رو همین اعتصابها داره سامان میده و هی داره گسترش پیدا میکنه. اگر اتاق فرمان تونسته باشن ادامه اعتصاب سراسری در بانه ویدیو اولی که دیده نشده رو هم لطف کنن هم میهنان ببینن، این اتحاد همبستگی و قدرت مردم بانه رو در کردستان که تمام شهر رو اینطور تعطیل کردن و این تعطیل کردن شهر قدرت اجتماعی مردم رو به رخ میکشه و اعتماد مردم رو به همدیگه بالا میبره و امید رو افزایش میده و ما یاد میگیریم که بایستی سازماندهی بکنیم مثل مردم بانه، بوکان، سقز، سنندج، سردش، جوانرود و شهرهای دیگه‌ای که در کردستان در این استانهای ایلام و کرمانشاه و کردستان و تا شمال خوزستان و آذربایجان غربی به هم پیوستند. بله این هم ویدیوهای مختلفی است که می‌بینید خود مردم از کردستان این ایمان گرفتن، مغازه‌های تعطیل با هوشیاری مواظبن که از صورت همشهریان نگیرن که مورد شناسایی واقع نشن و این مبارزه مدنی و مقاومت مدنی داره پیش میره و تا به حال برای کشور ما چنین مبارزات به این شکل سازمان یافته در طول جمهوری اسلامی نشده بود که این جای واقعا تبریک داره به هممیهنان کرد ما که اینطوری دارن اتحاد و همبستگی رو به همه مردم ایران نشون میدن و این اعتصابات و مقاومت‌های مدنی پایش روی اعتراضات، یعنی اول ما به این شجاعت برسیم که حق داریم اعتراض بکنیم و وقتی حق داریم اعتراض بکنیم میتونیم صدای خودمون رو بلند کنیم. با این فرستادن فیلم‌های اعتراض، با این پخش فیلم‌های اعتراض در برنامه‌های اصطلاح این چنینی، اونا میبینن که صداشون شنیده میشه، تنها نیستن. یک تجمع اعتراضی داریم از مالکین کفن‌پوش شهرکی به نام کوسر که اونها هم در یک مقاومت مدنی و اعتراض و اعتصاب آمدن، جمع شدن، فیلم گرفتن و فریاد دادخواهی خودشون رو به گوش همه دارن میرسونن. هر چه تعداد این اعتراض‌ها بیشتر شه و مردم، فامیل این افراد، خانواده این افراد، همسایه‌های اینها، همکاران اینها ببینن این افراد از کف جامعه آمدن و بدون ترس دارن خواسته هاشون رو میگن، به کلاهبرداری زمینخواران دارن اعتراض میکنن، خب ترس اونها هم کمتر میشه، همبستگی بیشتر میشه و هر روز شاید تعداد بیشتری از این اعتراضات خواهیم بود. امتیاز پخش این اعتراضات از تلویزیون های ماهواره‌ای و آزاد و مستقل این است که با دیدن اینها بقیه هممیهنان ما هم به اصطلاح خواسته و مطالبه اگر دارن فیلمشو میتونن بگیرن و بفرستن برای ما تو تلگرام، توی تلویزیون ها، توی فضاهای مختلفی که میدونن بلا فاصله بقیه بر میدارن و اونا رو هم در سایت ها، هم در شبکه های اجتماعی و هم در تلویزیون ها منتشر میکنن. حالا با هم دیگه بریم تجمع اعتراضی
مالکین کفن پوش شهرک کوثر رو هم ببینیم. شود بعد از 25-6 سال که کشاورزی اینجا رو منابع اعلام کنه. یک بار اعلام کرده محدوده مستثنیاته، یه بار اعلام میکنه ملیه، یک بار دیگه اعلام میکنه مرتع است. ما تمام اسناد و مدارک داریم، کمیسیون ماده 12 مجوز استانداری، همه که این مراحل قانونی طی شده است. ای مسئولین استان البرز، اگر بی تفاوت نشسته اید و با این بی تفاوتی احیانا همونطوری که رهبری فرمودن هیچ مشکلی در مملکت بلا تکلیف نمیمونه و حل باید گردد، هر مسئولی نمیتونه مشکل رو حل کنه، از این استان خواهشمون اینه که بذاره بره. تمام زندگیمون اینجا گذاشتیم، مدارک ما رو بررسی کنن و حقی نذارن از مردم ضایع بشه. تا کی باید سردرگمی و انتظاری؟ بیش از 2 سال از این موضوع میگذره. مردم رو رنجیده خاطر نکنید. مدرکی که دست منه مربوط به جانباز 55%. آیا انصاف است بعد از این همه زحمات جنگ تحمیلی و رشادت هایی که این جانباز عزیز انجام داده امروز به 60 سال سن رسیده این را ما در دادگاه و پاسگاه ببینیمش؟ تا کی باید بی تفاوتی پیشه کنیم؟ بله، الان دیدید که اینطور دادخواهی مردم میکنن، دیگه نمیترسن، جلوی دوربین میان اعتراض میکنن، صدای خودشون رو بلند میکنن، چیزی که حکومت سعی میکرد تا جایی که میشه این اتفاق نیفته و با همون قانون به اصطلاح با ترس پیروز بشویم، النصر به رعب رو تو ایران نگه دارن، ولی میبینیم دیگه دارن شکست میخورن، از شهرستان ها، از شهرهای کوچیک، از روستا، از همه جاست که دیگه داره فیلم و عکس و ویدیو میاد و مردم دارن هر روز نقاب تازه از چهره حکومت میکنن. ضمن که داشتید شما همیهنان من این فیلم اعتراضی رو میدیدید، این مقاومت مدنی رو که در بخش افشاگری و تبلیغات مدنی و ایستادگی به مدنی است میدیدید، من یک تلفن تماسی داشتم از یکی از فامیل ها و خانواده همان نوجوان و کودک 15 ساله در شهر ملایر. این کودک 15 ساله یا نوجوان، اسمش هست، اینجا اسمش رو من دادن، خانوادهشون جواد قیاسوندی، که این جواد قیاسوندی در جریان قیام های انقلاب ملی در دیما یکی از پرچمای جمهوری اسلامی بچه کشیده پایین، که تو قسمت برنامه گفتم. حالا توضیح دادن که ایشون رو 5 سال که براش حکم زندان داده بودن، یک وکیل تسخیری بسیجی حکومتی هم براش گذاشته بودن به نام آقای ترکستانی، که این آقای ترکستانی دائما با پدر مادر جواد صحبت میکرد، جواد قیاسبندی، که شما مبادا با کسی مصاحبه کنید، شما مبادا به کسی صحبت کنید، اصلا هیچی به هیچ کی نگید، ما اگه شما ساکت باشید و اطلاع رسانی نکنید، حکم 5 سال زندان جواد قیاسبندی رو میبریم در دادگاه یا بیدادگاه از نظر من تجدید نظر میشکنیم، که امروز جواد قیاسبندی رو بردنش به بیدادگاه تجدید نظر و در بیدادگاه تجدید نظر زیر نظر آخوند فامیلیش قادری نسب، آخوند قادری نسب یکی از جلادای حکومت که به نام قاضی میشینه در شعبه اول بیدادگستری حکومتی که بر بیداد بنیاد شده، و دوباره 5 سال زندان جواد قیاسوندی، این جوان 15 ساله، این نوجوان 15 ساله رو تایید میکنن. یعنی ببینید این پلیدی حکومت، پلیدی این وکیل تسخیری به نام ترکستانی، پلیدی این آخوند به نام قادری نسب رئیس شعبه اول به اصطلاح دادگاه‌هایی که در ملایر و همدان هستن، میان و یه بچه 15 ساله رو 5 سال زندان میدن که تو چرا یک پرچم آوردی پایین، که در اروپا و آمریکا و استرالیا سب تا این پرچم رو پایین و بالا کنی کسی بهت کاری نداره. خوشبختانه جزی از مقاومت مدنی همین هست، که همین امروزی که جواد قیاسوندی محاکمه شد و خانوادهش ناامید شدن، فامیلش ناامید شدن،
دیدم که حکومت به اینها دروغ گفت، به اینا گفتن با هیچ کی صحبت نکن، به رسانه ها تلفن نزن، با به اصطلاح خبرنگارا مصاحبه نکنیم، حتی به برنامه 8:30 تلویزیون خود جمهوری اسلامی هم هیچی نگیم، ما این بچه رو از زندان میاریم بیرون. امروز که این خانواده دید دروغ بهش گفتن و حکم بچهش رو دوباره 5 سال زندان دادن، دیگه چیزی برای دست دادن نداره، میاد جزو همون کشاورزای ورزنه میشه، جزو همون کارگرا و مردم شهر کازرون میشه، جزو همون کارگران هبکوی عراق میشه، جزو همون مردم دادخواه عرب اهوازی و خوزستانی میشه. میفهمه که دشمنش کجاست، دشمنش کیان، دشمنش همین آقای قادری نسب آخوند قاضیه که رأی 5 سال تایید میکنه، دشمنش همین ترکستانیه، دشمنش قوه قضاییه بی قضا و بی دادگستری حکومت جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای دشمن این خانواده است. این خانواده جواد قیاسبندی که امروز دشمنشون رو شناختن، بلافاصله راه ها رو پیدا میکنن، صدای دادخواهیشون رو میرسونن، میگن که ما رو فریب دادن، به ما دروغ گفتن، و مثل همون دروغی که میگن دروغ میگن آمریکاست، اینجا هم دروغ میگن. دشمن ما خودشون بودن، حکم بچه ما رو نشکستن، همون 5 سال زندان رو دادن و ما هم دیگه دلیلی نداره که سکوت کنیم و افشاگری نکنیم. درود بر خانواده قیاسبندی، هرچند فریب خوردن، اگر که روزهای اول چه بسا که تماس میگرفتن با تلویزیون، با من، با همین تلفن، با همین چیزی که الان تماس گرفتن، میتونستن زودتر این دادخواهی رو بلند کنن، شاید نهادهای حقوق بشری میومد، از بچهشون دفاع میکرد، مشهور میشد، عکسش فرستاده میشد، دیده میشد، حکومت دیگه نمیتونست به این راحتی بچه 15 ساله رو 5 سال زندان بهش بده. اینا تجربه است. در کشوری که با دروغ مردم رو سرگرم میکنن، مقاومت مدنی یه بخشش هم همین تجربه است که کار آموزشی از توش میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم گوله حکومت رو نخوریم، به حرف بازجوها گوش ندیم، به حرف اطلاعاتی ها گوش ندیم، به حرف ناغازی ها گوش ندیم، به حرف وکیل های تسخیری حکومتی مثل ترکستانی ها گوش ندیم. وقتی به اینا گوش ندادیم، میایم افشا میکنیم، میایم مصاحبه میکنیم، میایم صحبت میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، نمیذاریم عزیزمون بچه 15 ساله حالا تو این زندان ها تجاوز میکنن، کتک میزنن، معتاد میکنن، هر بلایی سر بچه های مردم تو این زندان های حکومت میاره. 6 سال خودم تو زندان ها بودم دیگه، همه اینا رو من دیدم، این ظلم و نفرت و پستی و پلیدی این حکومت رو من همش رو دونه به دونش در زندان ها دیدم. خانواده قیاسوندی، از جواد غافل نشید، هر روز برای آزادی این بچه حرکت کنید، فکر نکنید زندان جای امنیه، بسیار جای ناامن و پلیدی است. وقتی بیرون از زندان دخترای مردم، زنای مردم، پسرای مردم اینطور کتک میزنن، شیت و پیت میکنن، لت و پار میکنن، ببینید که تو زندان ها ممکنه با بچه های شما عزیز یعنی دیگه چی میگن، قدیما میگفتن جیگرگوشه دیگه، عزیزای شما که جیگرگوش های شما چه کار میکنن. هر روز باید برید دنبال اینا دم اون زندان، دم بیدادگاه، برید توف کنید تو صورت این ترکستانی وکیل تسخیری که هیچ کاری برای شما نکرد و فقط شما رو ساکت کرد که با هیچ کسی مصاحبه نکنید، حرف نزنید، و بدتر از همه برید این قادری نسب رو جلوی بیدادگاه هر روز افشا کنید، بگید این بیره به بچه 15 ساله ما 5 سال زندان داده. آبروی اینها رو که ندارن ببرید مشهورشون کنید. ما سعی میکنیم عکس این قادری نسب رو پیدا کنیم، در به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی نشون بدیم، همچنین ترکستانی رو و از تلویزیون‌های دیگه هم که من برنامه دارم و همین تلویزیون اندیشه، اینها رو تگ به تگ نشون بدیم. متاسفم که خانواده قیاسوندی امروز هوشیار شدن و مبارزه اومدن، ولی از سوی دیگه بازم میگیم خوش آمدید. همین که امروز هم از زیر دروغ‌های حکومت بیرون اومدیم، به قیمت 5 سال زندان بچه‌تون به اصطلاح آگاه شدید، به خانواده های دیگه هم برید آگاهی بدید، به اونای دیگه هم که عزیزاشون تو زندان برای شعار نویسی، برای دیوار نویسی بردن، شما بلند شید برید به خانواده اونا بگید ساکت نشن،
با این تلویزیون ها تماس بگیرن، با این شبکه های مجازی تماس بگیرن، به این تلفن هایی که اینجا میدیم زنگ بزنن، به ایمیل ها ایمیل بزنن و بگن که بچه هاشون، شوهراشون، زناشون، دختراشون، پسراشون کجا هست، تو چه وضعی هست، ترس رو کنار بذارید برای نجات خودتون، بچه هاتون، عزیزانتون از این مقاومت مدنی که یکیش اطلاع رسانی هست استفاده بکنید و نجات بچه های خودتون رو باعث بشید. تصور من این هست اینها تجربه های مبارزه است. عیبی نداره، هزینه باید بدیم. تا هزینه ندیم موفق نخواهیم شد. بخش دیگه از مبارزه بجز کارگران، بجز اعتصاب های کارگری که حالا یه نگاهی ما به لیستش خواهیم کرد طی همین یکی دو روز گذشته چقدر ما اعتصاب و اعتراض داشتیم، بخش دیگه بزرگ جنبش مقاومت مدنی که مبارزات مقاومت مدنی ما هست، بخش دانشجویی ماست که به شکل‌های مختلف همین دانشجویان از همین بعد از نوروز به اصطلاح امسال سال 1397 شروع کردن به انواع اعتراضات. یک اعتراض دیگه هم داریم، دانشجویان علوم پزشکی لرستان که به وضعیت نامناسب و بیکیفیت غذا اعتراض کردن و آوردن غذاها رو همینجوری ردیف چیندن توی دانشگاه و بارها هم اعتراض کردن، نامه نوشتن، ولی مسئولان دوز، قارتگر و نابود کننده کشور چه در یه شهرستان، چه در یه دانشگاه، چه در یک کارخانه تا سطح ملی در سطوح حکومت، دولت، مجلس، نمیدونم قوه ناقضاییه، همه برای نابودی و بیتوجهی آمدن. پس دانشجویان چاره ندارن، بعد از این همه اعتراض مجبورن این روش مقاومت مدنی رو به کار ببرن، بیان غذاها رو بچینن تو حیات دانشگاه. امیدوارم که اتاق فرمان بتونن این ویدیو رو هم به همیانان نشون بدم که روش‌های مقاومت مدنی رو مردم با چشمشون ببینن. عنوانش از اعتراض دانشجویان علوم پزشکی لرستان به وضعیت نامناسب و بیکیفیت غذا. بله، دیدید اینم یک روش دیگه از مقاومت مدنیه. این نشون میده که ما از این قضا ناراضیم، از این مدیریت ناراضیم، این قضا رو نمیخوریم، میچینیم اینجا تا همه مردم دنیا ببینن که چه زهرماری رو به جای قضا میخوان به ما به عنوان دانشجویان علوم پزشکی لرستان بدهن. خب این حالا راهش چه تشکیلات دارن، دانشجو از خودشون سازماندهی کردن، نشستن مشورت کردن، با هم حرف زدن، بعد از اینکه این کلاس با اون کلاس، این سال با اون سال، سال سومیا با سال چهارمیا، سال اولیا با سال دومیا، نماینده های مخفی خودشون رو با همدیگه هماهنگ کردن، گفتگو کردن، تصمیم گرفتن، به نامه ها که جواب ندادن دیگه گفتن آقا امروز میریم غذاها رو میچینیم، آبروی بی آبروی این حکومت و این رئیس بی دانشگاه رو والا این بیو باید جلوی همه اینا بذاریم. کدوم دانشگاهی تو دنیا هست که به بچه ها اینقدر غذای بد و گشنگی و اذیت بده که بیان اینجوری غذا بچینن جلوی چشم همه مردم دنیا تا بگن این وضعیتی است که داره بر ما مردم ایران میگذرن. بله، این مقاومت مدنی جلوهش ادامه دارد. همکاران من زحمت کشیدن در سایت خبرگر 24 ساعت گذشته که در چهارم اردیبهشت 1397 چه بر سر مردم ایران، کارگران ایران، زحمتکشان گذشته که دوستان سایت اتحادیه آزاد کارگران لطف کردن اینا رو دستبندی کردن. ما هم اینو به همه مردم ایران نشون میدیم وقتی خودشون در فضای عمومی میگذارن. اگه بتونه که یه لیست رو هم اتاق فرمان همراه که من میگم نشون بدن، همینان ببینن چه لیست طولانی است. فقط در همین چهارم اردیبهشت ما این همه اعتراض داریم، یعنی در یه 24 ساعت ببینید چند تا اعتراض. تجمع اعتراضی کارگران شرکتی استان کرمانشاه، دومی نامه سرگشاده اعتراضی کارکنان شرکت ارستک به مدیر عامل نمیدونم
ایر و فلان. عدم پرداخت 3 ماه حقوق و ایدی کارگرای کارخونه سیمان سفید بعد. دومین روز اعتصاب و تجمع دانشجویان دانشگاه محیط زیست کرج. اعلام همبستگی با دختر جوانی که مورد توحش گشت ارشاد قرار گرفت. عثمان اسماعیلی، فعال کارگری و کارگر زندانی که فعلا از زندان آمده بیرون، دوستان ما مثل محمود صالحی و بقیه به دیدنش رفت. و همینطور اگه من ادامه بدم، حدود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 خبر دیگه. علاوه بر اینایی که هم میهنان عزیزم براتون خوندم، فقط در 24 ساعت گذشته 30 اعتراض دیگه مثل تجمع کارگران شهرداری دزفول رو داشتیم. نمیدونم اعتصاب قضا و تگ نکردن شرکت توسط همین فیلمش هم نشون دادیم، سیستمای صنعتی تاکستان رو هم داشتیم و همینجور. یعنی در شهر قیدار دوباره یه همچین اعتصاب و اعتراضی داشتیم. شما ببینید در یک 24 ساعته ما حدود بله اتاق فرمان میگن 2 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، حدود 45 اعتراض فقط توی 24 ساعت. این سطح از مبارزه جامعه ماست. خب ما در این 2 دقیقه آخر بپردازیم به اول ماه می، روز جهانی کارگر که داریم بهش نزدیک میشیم. 11 اردیبهشت هست، یعنی درست هفته دیگه که ما 11 برنامه داریم اول ماه می است. یک پیشنهادی هم کارگران از داخل دادن، ما هم در فراخوان‌هایی که از من خواستن دوستان بدیم دادم، که روز جهانی کارگر به اصطلاح در همه جا باید اعتراض باشه. روز جهانی کارگر نزدیک می شود، در سراسر ایران کارگران، مزدگیران، کشاورزان، مالباختگان و دیگر ستم دیدگان به اعتراض در آمدن و در جستجوی دگرگونی شرایط هستند. امسال در همه شهرها به جلوی مراکز کلاهبرداری ها می رویم و در تهران جلوی مجلس، وزارت کار و دیگر اماکن هم خواهیم رفت. در روزهای دیگر مثل 7 اردیبهشت، یعنی اولین جمعه که چند روز دیگه پیش رو داریم، میریم نماز جمعه ها رو هم تسخیر کنیم، هر جایی که بتونیم نماز جمعه تهران و دیگر نماز جمعه ها در سراسر ایران، مثل این 4-5 تا نماز جمعه ای که کارگرها و زحمتکشا، مردم ستم دیده تسخیر کردند در عراق، در اهواز، در کازرون، در اصفهان، در شهرهای مختلف اصفهان، ما هم باید بریم 7 اردیبهشت نماز جمعه ها رو تسخیر بکنیم. همون جایی که اینا جمع میشن به مردم دروغ بگن و به دروغ بگن دشمن ما آمریکاست، ما بگیم نه، دشمن ما همینجا، همینا دشمن ما هستن که حقوق ما رو میدوزن، زندگی ما رو میدوزن، بچه‌های ما رو کتک میزنن، به زور لباس تن ما میکنن. به هر حال دعوتی است که برای 7 اردیبهشت در تمام نماز جمعه ها معترضین حضور پیدا کنن و نماز جمعه ها رو تسخیر کنن، و بقیه هم که برای خود اول ماه می 11 اردیبهشت، اگه ممکنه اتاق فرمان یه لحظه این 11 اردیبهشت هم نشون بدید، این لوگویی که تهیه شده هم میهنان ببینن تصویر این 11 اردیبهشت رو هم، و با دیدن اون ما هم با شعار همیشگیمون از بینندگان خداحافظی بکنیم. لطف کنید لوگوی 11 اردیبهشت رو هم نشون بدید. به مراسم روز جهانی کارگر نزدیک میشویم، اعتراض در همه جا. همون پایین سایت خبرگر که بیاید اومدید ترتیب همونجاست، پایین تر اخبار کارگری نوشته کارگران جمعه به مراسم روز بله، که این لوگویی که خود کارگرها از داخل ایران درست کردن با همکاری یاران خبرگر که در فضای مجازی هم منتشر شد، با این امید که 7 اردیبهشت نماز جمعه رو تسخیر کنیم و 11 هم در همه جایی که می توانیم حضور پیدا کنیم، مثل همیشه با شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی، همیهنان رو به تلاش بیشتر برای نجات از این شرایط وحشتناک دعوت می کنیم، هم خودمون، کشورمون، نسلهای آینده و منطقه رو از شر این حکومت پلید نجات بدیم. بدرود.